بسم الله الرحمن الرحیم سلام و وقت بخیر خدمت همراه های عزیز فرادرس من نگار افروشه هستم و در فصل یکم میخوایم در مورد ضرورت خلص نویسی با همدیگه یک سری از مطالب رو یاد بگیریم اول مورد این هستش که دسترسی به اطلاعات در زمانهای گذشته و امروزه کاملا با همدیگه متفاوت هستش در زمانهای گذشته هر چقدر شما بیشتر اطلاعات داشتید و بیشتر به منابع و کتب دسترسی داشتید میتونستیم بگیم شما فردی دانشمند و یا مطلعتر از اون حوزه هستید چرا که دسترسی به منابع مخصوصا منابع مکتوب بسیار سخت بود اما امروزه با توجه به گسترش اینترنت و دسترسی افراد به فضای مجازی دسترسی به مطالب بسیار آسان شده و نقشی که افراد در اطلاعات دارند دیگه از شکل سنتی خودش باید عبور کنه و به شکل مدیریت این اطلاعات بره و نه اندوختن اون پس اگر بخوایم یک کلید واژه بگیم برای دسترسی اطلاعات از زمانهای گذشته تا امروز میتونیم بگیم در زمانهای گذشته کمیت و اندوختن مطالب اهمیت بیشتری داشت با توجه به اینکه دسترسی افراد به این منابع کم بود و امروزه با توجه به تولید روزافزون دانش و دسترسی افراد به این فضاها مدیریت اون از کمیت اون مهمتر هستش. مدیریت دانش به چه معنا هستش؟ همونطور که شما با مدیریت زمان و همچنین واجه های مدیریت و مدیریت مالی، مدیریت زمان و مواردی از این دست آشنایی کامل دارید مدیریت دانش هم دقیقا به همین معناست یعنی شما بتونید مطالب علمی که در ذهنتون دارید و اندوخته هایی که دارید رو مدیریت کنید و جایگاه هر کدومش رو بدونید و در هر زمان که نیاز داشتید که به این اطلاعات دسترسی داشته باشین به راحتی بتونید اونها رو پیدا کنید و به اون اطلاعات دسترسی داشته باشید مثلا ممکنه شما یک کتاب خیلی مهم در حوزه شغلیتون خونده باشید ولی بله چون اون مطالب رو یادداشت نکردید و خلاصه نویسی نکردید و اونا رو طبقه بندی نکردید زمانی که میخواید اینها رو ابراز کنید و بیان کنید نمیتونید به اون کیفیتی که شایسته هستش این کار را انجام بدید و در همینجا لزوم مدیریت دانش و مدیریت این اطلاعات بیش از پیش رخنمایی میکنه و باعث میشه که ما بیش از پیش توجه داشته باشیم به سری اطلاعاتی که در مورد مدیریت دانش باید بدونیم. مهارت های مطالعه رو اگر بخوایم در یک جمله تعریف کنیم میتونیم بگیم که مهارت های مطالعه مجموعه از مهارت‌هایی هستند که به ما کمک میکنند. یک در دریافت نگهداری و بازیابی اطلاعاتی که ما به آنها نیاز داریم و از اونها استفاده میکنیم نقش فعالانه داشته باشیم به چه معناست مثلا شما میخواید یک محتوا رو بخونید اینکه ما چطوری محتوا رو بخونیم که موثرتر باشه چطوری دوره کنیم که این اطلاعات بیشتر در ذهنمون بمونه و چطوری بتونیم این اطلاعات رو ثبت کنیم تا هر زمان که به اونها نیاز داشتیم یک بازیابی مناسب و کامل از اون اطلاعات داشته باشیم به مجموعه این مهارت ها مهارت های مطالعه گفته می شود اگر بخوایم مهارت های مطالعه رو نام ببریم طبق پرسشنامه هاتسون که میتونید دسترسی داشته باشید به این پرسشنامه پرسشنامه دانشگاه هاتسون شامل چند تا مرحله و چند آیتم هست یعنی اگر بخوایم بگیم که ما مهارت داریم در مطالعه و یادگیری چند تا مهارت رو باید بلد باشیم اینکه بتونیم مدیریت زمان داشته باشیم در یادگیری بتونیم تمرکز و حافظه قوی داشته باشیم و اینکه استفاده کنیم از وسایل کمک آموزشی و یادداشت برداری و همچنین بتونیم تکنیک های برای آمادگی امتحان داشته باشیم ما یک موردی داریم به نام تست انگزایتی یا استراب امتحان که ما بتونیم امتحانهایی که پیش رو داریم برای ارزشیابی مطالبی که خوندیم بتونیم بدون استراب و آمادگی کامل برای اون امتحانها بتونیم اون ها رو ارائه بدیم و پردازش اطلاعات و سازماندهیشون و اینکه فرد چقدر انگیزه داره در یادگیری و مورد بعدی اینکه بتونیم ایده اصلی اون متن رو پیدا کنیم ما توی این دوره میتونیم در مورد چند تا از این مهارت های مطالعه صحبت کنیم و چند تا از این مهارت ها رو یاد بگیریم با توجه به اینکه عنوان ما مهارت در مطالعه و یا مهارت های مطالعه نیست و خلاصه نویسی هستش و خود این موضوع یک دوره جداگانه رو میطلبه میتونیم بگیم که با خلاصه نویسی و مطالبی که در این دوره یاد میگیریم کدومی که از این تکنیک ها و کدوم یکی از این موارد میتونه برای ما مفید باشه زمانی که ما شیوه های خلاصه نویسی رو بدونیم میتونیم ایده اصلی مس رو پیدا کنیم زمانی که بتونیم به راحتی خلاصه نویسی کنیم انگیزمون رو بیشتر میتونیم حفظ کنیم چرا چون هر زمانی که بخوایم میتونیم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم طبیعتا زمانی که یادداشت برداری مناسبی داشته باشیم میتونیم برای امتحان آمادگی بیشتری داشته باشیم و دقیقا همین مورد یادداشت برداری همین موضوعی هستش که موضوع این آموزش ما هستش و به وسیله این مهارت هایی که یاد میگیریم میتونیم مدیریت زمان قوی تری هم داشته باشیم و بهتر بتونیم زمانمون رو مدیریت کنیم اگر بخوایم بگیم که مهارت های یادگیری یا مهارت های مطالعه مرزی قرار بدیم بین مطالب علمی و شپ علمی و مطالب شعاری که با اونها مواجه هستیم و مطمئن بشیم که این سری از مطالب علمی هستن و جنبه علمی و تکرار پذیری دارن میتونیم در گوگل اسکالر سرچ کنیم استادی اسکیلز اور لرنینگ اسکیلز و ببینیم که مقالات متعددی معید این موضوع هستند که های یادگیری که یکی از اونها خلاص نویسی و یادداشت برداری هست میتونه بر موفقیت تحصیلی افراد و موفقیت افراد در گذراندن اون دورای آموزشی مؤثر باشه یک سری از اطلاعاتی که ما همیشه با اون مواجه بودیم از بعد به ورودمون به مدرسه تا مقاطع بالا و تحصیلات تکمیلی اموری بود که مربوط به امور شناختی بودند. امور شناختی یعنی چی؟ یعنی اموری که مربوط به حافظه و درک مطلب و مواردی از این دست بود. مثلا ما زمانی که وارد مدرسه شدیم ریاضی خوندیم، مطالب علمی خوندیم و از اونها خواستیم درک مطلب حاصل کنیم، مهارت های حل مسئله تا حدودی در آموزش های ما بود، قوانین ریاضی فیزیک دروس حفظی. تمام اینها چون با ذهن افراد سر و کار دارند به نام مهارت‌های شناختی آموزش داده میشه اما توی مدرسه وقت به ما یاد ندادند که این مهارت‌های شناختی رو چطوری یاد بگیریم مهارت‌های فراشناختی که در آموزش ما و حتی تا آموزش تکمیلی جایگاهی نداره دانستن دانستن هست یعنی ما به وسیله مهارت‌های فراشناختی یاد میگیریم که چطوری یاد بگیریم چطوری میتونیم یادگیری موثری داشته باشیم؟ اصلا سبک یادگیری ما به چه شکل هستش؟ ما بیشتر دوست داریم یادگیریمون به وسیله دیدن باشه به وسیله شنیدن باشه با نوشتن باشه و مواردی از این دست و اینکه اصولا یادگیری به چه صورت هستش و مطالب در ذهن ما به چه صورت طبقه بندی میشه دانستن دانستن و دانستن این مهارت‌های شناختی که اسمشون مهارت‌های فراشناخت هست یعنی شناخت شناخت دانستن دانستن به ما کمک میکنه تا یادگیری موثرتری داشته باشیم اگر بخوایم جمعبندی کنیم با توجه به اطلاعاتی که امروزه هست ما به مدیریت دانش نیاز داریم یکی از این کارهایی که میتونه کمک کننده باشه داشتن مهارت‌های مطالعه هستش مهارت های مطالعه همان زیر شاخه های فراشناختی هستش یعنی چی فعالیت هایی که مربوط به یادگیری یادگیری هست دانستن دانستن یا شناختن شناخت هست که ما چطوری بهتر یاد بگیریم و ما در دوره خلص نویسی میتونیم با مهارت های یادگیری که جزوی از مهارت های فراشناختی هستش آشنایت پیدا کنیم. این مهارت ها باعث میشن که ما اطلاعاتی که در ذهن داریم طبقه بندی بشن. ببینید ما از خواب که بیدار میشیم تا انتهای روز با مطالب زیاد و پیام های زیادی مواجه میشیم و اگر بخوایم این رو ذهنمون در نظر بگیریم میتونه مطالبی باشه که مربوط به حوزه کاریمون باشه و حوزه تحصیلیمون باشه میتونه مربوط به حوزه خانوادگی رشد فردی، مطالبی که در فضاهای مجازی هست، اخبار، اطلاعات و موارد زیادی که ما با اونها هر روز بمبارون میشیم. و اگر بخوایم بمباران اطلاعات در درون ما به صورت کمتر اتفاق بیفته و طبقه بندی مناسبی از اطلاعات داشته باشیم، حتما به خلاص نویسی نیاز داریم. به چه معنا؟ یعنی اگر ذهن خودمون رو یک کتاب خونه در نظر بگیریم، ما میتونیم یک کتاب چند صد صفحه ای رو در چند صفحه کمتر از ده صفحه خلاصه نویسی کنیم و اینها رو در کتابخونه ذهنمون قرار بدیم و چون این خلاصه نویسی ها کوتاهتر هستند مروری که بر این مطالب داریم هم آسانتر و دسترسی به آنها راحتتر میشه مثلا در یک قفسه میتونیم اطلاعاتی که مربوط به مهارت شغلی مهارتهای که حین کار یاد میگیریم رو بنویسیم و اونها رو قرار بدیم و این باعث میشه که این مطالب رو ثبت شده در ذهنمون داشته باشیم و هر زمان که به آنها نیاز داشتیم به اونها دسترسی داشته باشیم یکی از موارد خیلی مهم همونطور که در اسلاید قبل دیدید که وجود داره این هستش که یه سری از موارد اینجا کاملا بیجا و اضافه هستند و اصلا لازم نیست که در ذهن ما این سری از مطالب وجود داشته باشه شوقی که برای به دست آوردن هرچه بیشتر مطالب داریم بدون توجه به جنبه علمیشون و بدون توجه به اینکه این اطلاعات چقدر برای ما مفید هستن باعث میشه که یک ذهن شلوغ داشته باشیم اگر میخوایم یک یادگیرنده مؤثر و یک یادگیرنده قوی باشیم باید توانایی نگفتن به مطالب غیر مهم رو داشته باشیم و بتونیم اون مطالبی که اهمیت بیشتری رو دارند از مطالب دیگر جدا کنیم. در نهایت برای جنبندی مطالبی که گفته شد چرا خلاصه نویسی اهمیت داره؟ یک، جویی در زمان زمانی که شما مثلا یک کتاب 300 ای رو توی چند صفحه خلاصه نویسی می‌کنید برای اینکه بخواید اون مطالب رو دوره کنید بعد از یک مدت به جای اینکه بیاید دوباره همون زمان روی روی کتاب بذاری میتونید به زمان خیلی کمتر روی اون صفحات بذاریم و مطالب رو مرور کنید پس باعث میشه صرفه جویی کنیم در زمان و هزینه مورد بعدی دسترسی راحتتر به مطالب ما تو این دوره آموزشی یاد میگیریم که اصولا چه مطالبی هستند که ما بیشتر به اونها توجه باید داشته باشیم و چطور باید اون مطالب رو تشخیص بدیم و مطالب مهم رو از غیر مهم بتونیم جدا کنیم پس من اگر بخوام مطالب رو خلاصه نویسی کنم میتونم دسترسی راحتتری به اون مطالب داشته باشم زمانی که من یک کتاب چند صد صفحه رو فقط در چند برگ خلاصه می کنم میتونم یادآوری آسانتری داشته باشم چرا چون این خلاصه ها در یک برگ و یا چند برگ هستش و با یک نگاه گذرا و چون خودم این خلاصه ها رو نوشتم و درگیر شدم با مطالب این خلاصه نویسی ها و این خلاصه ها از بیرون نبوده و خودم اونها را نوشتم یادآوری و یادگیری مطالب بالاتر میره و زمانی که ما بتونیم اطلاعاتی که وارد ذهنمون میشن رو به خوبی طبقه بندی کنیم، خلاصه کنیم، فردی میشیم که میتونیم دانشمون رو مدیریت کنیم و در نهایت به خودگردانی میرسیم. به چه معنا؟ شما ممکنه خیلی مطالعه داشته باشید و خیلی زحمت بکشید در شغل و یا تحصیلی که دارید. اما زمانی که مدیریت توی این سری از مسائل نداشته باشید، ممکنه زحمتهایی که میکشید به راحتی از بین بره و اونها فراموش بشه. برای همین، خلاص نویسی و جمع کردن نکات مهم و کلیدی باعث میشه که از زحمات اضافه جلوگیری بشه و دسترسی بهتری به مطالب داشته باشیم. برای اینکه یک یادداشت برداری صحیح داشته باشیم اول باید تشخیص بدیم که چه اطلاعاتی مهم هستش و چه اطلاعاتی خیلی اهمیتی ندارند و اونها رو کنار بذاریم یک دیدی که نسبت به محتوا باید داشته باشیم دید کلنگر هستش بذارید با یک مثال شروع کنیم تا بتونم دید کلنگر رو بهتون آموزش بدم. کره زمین رو نگاه کنید با تمام کشورها، قاره ها و اقیانوس هایی که وجود داره. میخوایم بریم به کشور ایران. پس ببینید از بالا از کره زمین شروع کردیم یک دیده کلی و رسیدیم به ایران. کشور ایران رو کلیک میکنیم روش و وارد کشور ایران میشیم و از توی کشور ایران میخوایم استان تهران رو جدا کنیم و از بین مناطق تهران میخوایم یک منطقه رو انتخاب کنیم ببینید به این دید دید کلنگر میگن یعنی از یک محتوای کلی به یک دید جزئی برسیم حالا ممکنه بگید که این دید کلنگر چطوری میتونه برای ما فایده داشته باشه در ادامه براتون توضیح میدم یک قانونی که احتمالا هم اسمش رو شنیدید قانون پارتو هستش قانون پارتو یا قانون 80 20 اولین بار توسط یک اقتصاددان ایتالیایی در سال 1906 مطرح شد و گفت که 80 درصد زمین های کشاورزی ایتالیا یا میتونیم بگیم که 80 درصد ثروت ایتالیا دست 20 درصد افراد اون جامعه هستش و به این وسیله قانون پارتو میگه که اقلیتی حیاتی و مهم بهتر از اکثریتی از جزئیات کم اهمیت و ناچیز هستش ببینید ممکنه ما الان بخوایم با یک کتاب دیوی صفحه‌ای روبرو باشیم. برای اینکه بخوایم 20 درصد مطالبی که 80 درصد اطلاعات مهم رو دارند پیدا کنیم کافیه به عناوین، فهرست ها، مقدمه و نتیجه گیری اون سر بزنیم. یا میتونیم بگیم که 20 درصد مشتریان هستند که 80 درصد سود یک شرکت رو آید میکنند. و میتونیم بگیم که 20 درصد تلاش های ما هستند که 80 درصد نتایج رو برای ما به بار میارند پس ما توی خلاص نویسی با دید پارتو به مطالب مهم نگاه میکنیم بر اساس قانون پارتو میخوایم ببینیم که یک سری از اطلاعات هستند که اونها اهمیت بیشتری دارند اوتاهرن و بتونیم به وسیله اونها به مطالب کم اهمیت تر پل بزنیم و اگر کاملا بیمورد هستند و با توجه به هدف ما نیستن رو بتونیم کامل حذف کنیم. پیش از این که مطالعه من رو به صورت خلاصه نویسی و یا حتی مطالعه من رو پیش از این که شروع کنیم باید یک نقشه راه داشته باشیم. یک چکلیستی برای خودمون فراهم کنیم. اصلا از خودمون بپرسیم که عنوان این آموزشی که من میخوام خلاصش کنم چی هستش؟ ممکنه بگید یک سوال کاملا ساده هستش و معلومه که عنوان ما چی هستش ولی در ادامه براتون توضیح میدم که چقدر این میتونه مهم باشه. پرسیدن همین سوال ساده که عنوان این آموزشی که میخوام یاد بگیرم چی هستش؟ مثلا در اینجا آموزشی که میخوایم یاد بگیریم شیوه های خلاصه نویسی هستش. مورد بعدی نوع آموزش به چه شکل هستش؟ آیا من این محتوایی رو که دارم به شکل ویدیو هستش، به شکل صدا هستش، به شکل متنی هستش، محتوای مکتوب کاغذی هستش یا محتوای مکتوب الکترونیکی؟ تمام این موارد چکلیستی هستن که ما پیش از شروع مطالب باید اونها رو در نظر داشته باشیم. ما باید برای خودمون استراتژی که در برخورد با محتوای ویدیویی داریم باید متفاوت باشه برای برخورد با محتوای متنی که داریم و نوع آموزش رو پیش از اینکه خلاص نویسی و یادگیری رو شروع کنیم بدونیم و مورد بعدی ها هستش مثلا من اگر دارم این دوره خلاص نویسی رو میبینم تا سرفصل داره سرفصلاش چیا هستن میخواد به من خلاص نویسی به شیوه نقشه مفهومی به شیوه کرنل لزوم خلاصه نویسی شیوه های نکته به من آموزش بده پس این چکلیست قبل از مطالعه همیشه باید همراه ما باشه که ما بتونیم عنوان آموزش نوع آموزش سرفصل های هر آموزش و اهداف مهم اگر اون مدرس این آموزش رو برای ما تهیه کرده پس من یه سری از اهداف داشته و ما باید اون اهداف مهم رو تشخیص بدیم. هدف اصلی که این آموزش برای اون ساخته شده و این کتاب برای اون نوشته شده چه هستش و زمانی که این کلید واژه رو بگیریم یادگیری به مرور هم سرعتش بالاتر میره و هم کیفیت اون بالاتر میره با توجه به عنوان آموزش محتوای آموزش هم